جناب آقای پروفسور الکساندر آزادگان هستیم. ایشون استاد دانشگاه های کالیفرنیا در رشته مدیریت استراتژیک جهانی و اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. همچنین سردبیر و دبیرکل وبسایت Middle East Rising و همچنین تو شبکه های خبری مختلف از جمله حالا پرس تیوی، اسپوتنیک روسیه و غیره به عنوان تحلیلگر ارشد تحلیل و کارشناسی ارائه دادن. ایشون همچنین نویسنده و پژوهشگر ارشد تینک تنک کاتون روسیه، درست تلفظ می‌کنم؟ بله هستن. حالا ما در خدمت آقای پروفسور هستیم، انشالله حدود نیم ساعت 40 دقیقه در رابطه با سیاست خارجی ترامپ در قبال خاورمیانه. بعد دوستان حالا سوال دارن میتونیم تا حدود ساعت 4:30 که 4:30 من انشالله تموم بکنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی آقای پروفسور، بفرمایید. خیلی ممنون. به نام ایزد یکتا Okay, I don't do that much. Is everybody fluent in English here? Almost everybody? Most people, I think. من 31 سال پیش آمدم ایران. فارسیم خیلی عام هستش، مثل زبان های دیگه که صحبت میکنم. ممکن آکادمیک نباشه ولی دوستان گفتن تزم خیلی قویه. در صورت سعی میکنم بیشتر سخنرانی به انگلیسی باشه، ولی اگه وقتی یه واژه استفاده کردم که متوجه نشدید، بعد خواهش میکنم خیلی راحت بگین که من اینو بیشتر توضیح بدم که بعد ممکن لغت انگلیسی فارسیش بهم الهام شه تو همون چند دقیقه، ولی ممکن هم نشه. یعنی ممکن کمک شما احتیاج داشته باشم تو قسمت فارسیش، ولی خب سعی میکنم به اون بهترین وجهی که میتونم به زبان شیرین خودمون صحبت کنم. حالا من ترجیح میدم آقای دکتر اگه امکان داره برعکس عمل کنیم. چطور؟ فارسی صحبت کنیم اونجایی که براتون سخت‌تره. به انگلیسی بگم. اونم ایده خوبیه. منم فکر می‌کنم بهتره. اگه صلاح میدونی. چشم. بعد حالا هر جا خواستید تو مثلا پاسخ به سوالات اگر خواستید می‌تونید کانال عوض کنید، انگلیسی بکنیم. ولی اگه معذرت باشه خیلی ممنون میشم. اگه حالا هر جا صحبت بود می‌تونید. چشم. خیلی ممنون. فارسی بهتر میشه. الان تو سال شهریور 94 اومدم ایران برای اولین بار برای 31 سال. تو این یک سال و نیم 3 مرتبه دعوت شدیم، این بار 3 بامش هستش. ولی خب دیگه ببخشید فارسیم دیگه در به داغونه. اول شروع کنم، این متن نوشتم به فارسی اتفاقا، سعی کردم تمام لغتاش فارسی باشه، تقریبا همه فارسیه. این نوشتم اینجا که اصولا با تز من یه خور آشنایی داشته باشه. من تو ایران مخصوصا نخواستم شناخته بشم. خب شهرت تو ایران درد سرای خودش رو داره. ما همیشه از پشت صحنه به ایران کمک میکردیم. تو این 25 ساله که من تحقیقاتم کاملا در مورد خاورمیانه ایران بوده، برای همین همکاری که میکنم با همکارای روسیمون و شبکه پرس تیوی ایران که به زبان انگلیسیه، خارج از مبحث فقط فارسی زبان، اونجا بیشتر مثلا یه جورایی بالاخره شناخته شدیم، ولی تو ایران اصلا نه. ولی خب واقعا محبت میکنن دوستان، برای کنفرانس های مختلف ما رو دعوت میکنن. امسال برای کنفرانس افقانو دعوت شدیم، ولی متاسفانه این کنفرانس کنسل شد به خاطر دلایل خودش که من وارد اون نمیشم، که نمیخوام رو حرف کسی حرف بزنم. ولی خب خوشبختانه اینقدر همه ابراز محبت میکنن و دعوت میکنن تو اندیشکده مختلف. الان قبل از اینجا من تو اندیشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودم تو بزرگراه کردستان، اونجا مال آقای سید نصر بود قبل از انقلاب و جای خیلی خوبیه. اونجا دفعه پیش که اومدیم چند تا سخنرانی داشتیم، الان تو یوتیوب هست همش. این دفعه هم که داریم کار خیلی بالاتر انجام میدیم، حتی درست کردن یک مستند در روسیه بعد از این سفر. من موضع شما رو از طرف یک شخصی که تو آمریکا زندگی میکنه، از اونجا واسه شما برای روسا کمک میکنیم که همتایی باشن که بعد احتی خدا نکرده نکنن نسبت به ایران، مخصوصا بعد از به قدرت رسیدن آقای ترامپ که ایشون میخواد یه جوری تفرقه بندازه بین روسیه و تمام کشورهای همتای روسیه، حتی تمام کشورهای اوراسیا، کنفدراسیون اوراسیا. ما از تو مبحث کار میکنیم، من جز اون پروژه هستم، پروژه کنفدراسیون اوراسیا، که اگه مردم ایران و نظام ایران تشخیص بدن این مصلحت
مردم و نظام ایران هست، ممکنه ایران تو همین امسال عضوش رسمیش بشه. تا حالا observer nation بودیم ما به خاطر تحریمات سازمان ملل. یکی از پیش شرط های عضو شدن کنفدراسیون اوراسیا اینه که شما زیر تحریمات سازمان ملل نمیتونی باشین و از 2015 به بعد و برجام اتفاق افتادن برجام از تحریمات سازمان ملل رفتیم بیرون و امسال دیگه میتونیم علنا عضو بشیم. پاکستان و هند هم تا حالا observer nation status داشتن، ولی از این به بعد اونا هم قراره که عضو رسمی بشن، اصلا اگه همچین چیزی به وجود بیاد. حالا در مورد اون زیاد صحبت میکنیم. من فکر نمیکنم 1400 سال پیش حضرت علی علیه السلام تعارف میکردن وقتی فرموندن آنچه کمش زیاد است دشمن است، دشمن است، و آنچه که زیادش کم است ایمان و جوانمردی هست. من فکر کنم ما میتونیم این ایمان و جوانمردی حالت استراتژی هستش با کاربردهای ژئوپلیتیکی. من فکر نمی‌کنم این فقط شعار بود. من فکر می‌کنم این گفته زیبا میتونه زیربنای استراتژی قوی و پایدار در حل مسائل امور خارجه کشور ایران در قرن 21 باشه. حتی یک دشمن هم در منطقه برای ما زیاد است. ببینید، ما باید همگی دست به دست به دنبال به وجود آوردن یک فضای جدید در عرصه بین‌المللی برای کشور ایران باشیم. من فکر می‌کنم ما می‌توانیم این فضا رو ایجاد کنیم، به جای داشتن سر جنگ با دیگران و آرزوی مرگ و نیستی دیگران. من واقعا فکر میکنم به جای اصرار بر مرگ و نیستی دیگران ما میتونیم کانه تفاهم و همکاری باشیم، اگر و فقط اگر در مذاکرات یک شریک یا شرکای واقعی داشته باشیم، نه کسانی که همش در سعی و تلاشن ما رو نابود کنن و منقرض کنن. من معتقدم ما حتی نباید زیر فشار تهدیدهای مکرم لفظی این کشور و آن کشور بریم که الان رئیس جمهور کشوری که من 33 سال توش زندگی میکنم علنا داره به ایران توهین میکنه، تو مناظره ها تو نبرد ریاست جمهوری که علنا توهین میکرد، اون خانم هم که توهین میکرد به کشور روسیه و رئیس جمهور روسیه خانم کلینتون. زمان نیستی و نابود دیگران هم دیگه به اتمام داره میرسه به نظر ما که تو آکادمیا هستیم. اما به نظر من ما حتی یک وجب هم نباید از آرمانهای انقلاب اسلامی 1357 عقب گرد کنیم. حتی یک وجب. دشمنان ما فقط کمین کردن که از ضعف و تفرقه های ما سوء استفاده کنند که کردن در این 38 سال و از کوچکترین حرفا، اشتباهها و شعارهای ما بول بگیرن که تا حالا بارها بول گرفتن و حدود 200 رسانه فارسی زبون دارن که شب و روز داره علیه ایران و مخصوصا مردم ایران تو اتاق خوابشون داره روی اینا نفوذ میذارن. من نمیگم به اینا ایرانی، میگم فارسی زبونهای خارج. نتیجتا ما باید با ابزار تبلیغاتی قرن 21 کاملا خودمان را آشنا کنیم. فضای مجازی، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، انواع یوتیوب که متاسفانه دسترسی به فیسبوک و یوتیوب تو ایران نیست به خاطر دلایل علل خصوص خودش که تعیین شده. ما از این ابزار تبلیغاتی قرن 21 از آنها همونطور که دشمن علیه ما استفاده میکنه و میکند و خواهد کرد، ما از آنان علیه خودشان استفاده کنیم. من فکر میکنم که این ممکن پذیر هست. من اصلا نمیخوام ساده سازی کنم، اما برای اینکه نیاز به ریشه‌یابی در همه مسائل داریم، نه فقط مسائل ژئوپلیتیک و سیاسی، مهمتر از اون مسائل جامعه شناسی و روانشناسی. من وقتی تو این کنفرانس در مورد مسائل روانشناسی و ما اونجا میگیم سوشال سایکولوژی صحبت میکنن، همه دانشجو شروع اصلا دغدغه دارن، دغدغه دارن، چون که صحبت کردن رو دغدغه کردن افشا گویی کردن رو اونم باید خیلی چیز کنیم، کار کنیم. در صورت به قول حضرت علی که مولای ما هستش، امروزمون باید با فردامون فرق کنه. و یه چیزی که واسه من همیشه یک کد تو زندگی شخصی خودم هست به عنوان یک مسلمان در آمریکا، گفته زیبای قرآن است که خیر الامور الوسطها، راه میانه را دنبال کنیم، نه اکستریم اینور باشیم نه اکستریم اینور باشیم. اینجوری میتونیم از ماه آب گلالودی که الان تو دنیا داره گلالود تر میشه
ممکنه بشه حتی با آقای ترامپ، حتی ممکنه بشه با آقای ترامپ یه ماهی گرفت به نظر من استراتژیکلی. حالا ببینیم تو بحث تخصصی، فقط می‌خواستم تز منو توی مثلا یه 5 دقیقه با تز من آشنا بشین. امیدوارم که نگین که تو حرفا تضاد بود. دنیا اصلا دنیای کانفلیکته. It's a gray world. It's not black and white. When it's black and white then you can say there's tazad. But it's not black and white. It's a very gray world we're living in today. آرمان های ما همیشه سر جاش بوده و باید تطبیق بدیم. آرمان ها سر جاش خودش باشه ولی باید تطبیق بدیم. حالا وارد اون بحث هم میتونم بشم تو دانشگاه سفر علمی قبلی بهش گفتم 5T. تو ایران الان خیلی همه براشون جالبه که بتونن از نظر آکادمیک و علمی یه جورای پیشگویی کنن و حتی کانتینجنسی پلان داشته باشن. یعنی از روش های علمی مثلا گیم تیوری، تئوری گیم من فارسیش میشه؟ بازی. بله. بتون از اینا استفاده کنیم از علمی برای هر گونه عمل کرده واشنگتن. من خیلی بهتون بگم دوستان تو واژه خیلی تاکید میکنم. چون خودم سردبیر هستم، بالاخره مقالای خیلی داره بعد فیلتر بکنم و چون که خودم بالاخره آمریکای ایرانی تبار هستم و برم اونجا واسم درد سر نشه و اصولا به خاطر اهداف علمی هیچ وقت لغت واشنگتن استفاده لغت آمریکا رو استفاده نمی کنم و مخالفم با خیلی از طرز تفکرهایی که فعلا کاربرد نداشته برای ما، جز آرمانهای ما بوده ولی کاربرد نداشته. من همین احساس میکنم توهین کردم به آمریکا، مردم آمریکا اونو جوری توصیف و تو ذهن خودشون توجیه میکنن، تعلیف میکنن، مرگ بر اونها. مثل اینکه به ما بگیم مرگ بر ایران ولی منظورمون نیست که مرگ بر آمریکا. خب اصلا قابل کسی میتونه تو ایران رو قبول کنه؟ من فکر کنم باید برگردیم به این پشت پرده تو آمریکا. اونا که پشت آمریکا رو منیپولیت میکنن کیا هستن و این اوباش، این قوم ظالمین، حالا تو قرآن نوشته اینا همیشه سوار هر امپراتوری که سر قدرت بوده سوار شدن. همون سیاست carrot and stick هستش، چی میگن فارسی؟ چما غریج. آها، همیشه بوده، حتی سوار ما هم شده بودن و یکیشون هم که نزدیک همتان ایشون خاک شده، مردخای و حدثه اسم اصلی بوده که بعد ایشون اسمشو کرده استر که به زمان بابلی میشه ستار. یعنی لغت ستار رو ما از لغت استر میگیم که یکی از خدایان بابلین بوده. یعنی تا یه حدی که اسم یهودی خودشون گذاشتن کنار و اسم کفر و شرک رو به خودشون گذاشتن که بتونن ملکه پادشاه ایران بشن اون موقع. یعنی دارم میگم بعد رو اون دشمن تمرکز کرد، اون دشمن اصلی اونه. سوار رومیان شدن وقتی روم امپراتور بود، حتی اسکندر مقدونیه با اونو خیلی همکاری داشتن. یه تا آخر تاریخ که خورد به امپراتوری انگلو امریکن، اینه اون دشمن اصلی اونان و واقعا نابغه کار میکنن. شما که الان جمعیت این رژیم 8 میلیون نفره، تو جمعیت دقیق رسمی شده 7 میلیون و 4.9940,000 نفر. این آمار 2014 هستش. 7,940,000 نفر توی کشور الان نوشته بودم که چقدر فاصلش از شمال جنوب و غرب باشه. اصلا واقعا مسخره است چجوری اینا سوار دنیا شدن. بعد رو اون تمرکز کرد به قدرت رسیدن آقای ترامپ که دارن علنا دیگه، یعنی واقعا ما باید تشکر کنیم از سیستم اونجا شدیم دیپ استیت تو آمریکا، یعنی پشت پرده های نظام واشنگتن. اما تشکر کنیم که واقعا رنگ واقعیشون رو دارن قشنگ نشون میدن. البته خب این رنگ واقعی برای کشورهای انقلابی مثل ایران، ونزوئلا، کوبا، هر کسی که جلوی واشنگتن باشه همیشه آشکار بود، ولی واسه بقیه دنیا الان داره آشکار میشه. البته اینم بگم، حالا نگین تناقض بود، آمریکا که سقوط میکنه تمام دنیا سقوط میکنه، حتی کره شمالی که احساس میکنه از همه مثلا جدات خود مختارتره. اونا واحد پولشون رو بهش میگن currency pegging. واحد پولشون کاملا به یوان چینه، یوان چین هم کاملا پگ میکنه به دلار. تمام دنیا سقوط میکنه. برای من بدی کشوری رو نمیخوام، بدی مردم رو نمیخوام، تو این رو یه کشور نمیکنم، نه بخاطر اینکه صرفا اونجا زندگی میکنم، نه، این روش آکادمیکه که به جای اینکه به کشور حمله کنم سعی میکنم حمله کنم به آرمانهایی که اون کشور رو دارن منیپولیت میکنن تو دور دنیا و دلشون میخواد ما با اونا دشمن باشیم، من که به نفع خودشونه. حالا فقط یه دستش اونها هستن. این تو خلیج فارس هم
همسایه جنوبیمون که همه دیگه با اونا الان دیگه میشه گفت تقریبا علنا هم دسته شدن، سعودیا قطریا تو داعش و موزه که سعودیا داشتن و جوری که تو مثلا ویکیلیکس مکالمات ملک عبدالله رو قشنگ فاش کرد و ما گفتم مار و سر مار رو بد زد، در که مار اصلی اونا هستن و پسر عموهاشون تو سرزمینی که ما بهش میگیم فلسطین. دشمن ستیزی رو من نمیگم، من میگم دشمن شناسی خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعد لول های بعدی، اول از همه ما بزرگترین چی میگن جا پاشنه آشیل، اکیلیس هیل، پاشنه آشیل ما اقتصاد هستش. هر کشور ابرقدرتی که بخواد اعلام جنگ بکنه به کشور دیگه از طریق اقتصاد میره جلو. جنگ جهانی دوم یه مثال خیلی روشن بود. اون موقع آمریکا بزرگترین تولیدکننده کرده نفت تو دنیا بود و نفتشو به ژاپن نمیفروخت و یه کاری کرد که با اینکه میدونست ژاپنی‌ها میان تو پرل هاربر میزنن، اجازه داد این اتفاق بیفته که آمریکا واشنگتن علنا بشه یه ابرقدرت و بره تو جنگ جهانی دوم، که خیلی اون موقع تو آمریکا مخالفین بودن که اصلا با آمریکا وارد جنگ‌های اروپایی بشه یا همون طرف آسیایی. ولی منظورم اینه که از طریق اقتصادی وارد شدن، همونطوری که الان عراق و از 1990 تا 2003 13,000 زیر تحریمات بود، دیگه وقتی اومدن حمله علنی بکنن عراقی ها اصلا دیگه دستاشون بالا بود دیگه تسلیم. ایران هم همین پروژه رو دارن، دقیقا همین پروژه دارن. سالیان سال تحریم آخر عاقبتش به جایی میرسی که میخوان به ما کاملا از نظامی غلبه بکنن، اجتماعی، سیاسی، ژئوپلیتیک، از هر لحاظ یه غلبه طبعا کامل. ولی ما باید موضوعش رو دام اونا نیافتیم، دامی که اونا ما رو میخوان بنزن توش نیافتیم. همونطور که ژاپنیا تو دسامبر 7/1941 تو اون دام افتادن تو پرل هاربر. حالا این آقای ترامپ کیه، چی اصلا، برای چی منتصب شده؟ مثلا من تو لغتام خیلی تاکید میکنم چرا اصلا منتصب شده. تو 95% کشور دنیا مثلا آمریکا انتخابات به اون صورت وجود نداره، حتی سیستم الکترور کالج ما علنا داره میگه انتخابات مستقیم وجود نداره، یعنی we don't have direct democracy, we have representative democracy and that representative democracy is what we call electoral college. ما آشنایی داریم با سیستم الکترور کالج؟ داره. من خیلی با قدمه خیلی کوتاه میگم، منظورم از این حرف اینه الکترور کالج اینه که اونم it had its own purposes، این دلایل خودشو داشت، خیلی دلایل منطقی هم بود. یه دلیل الکترال کالج این بود که اول از همه چون این کشور با هم یه اتحاد بشه، موقع 13 تا ایالت بودن دیگه، the 13 colonies، 13 مستعمره colonies مستعمره. یه دلیل بود که اینا احساس کنن که با اینکه مثلا یه ایالت خیلی جمعیتش بیشتر بود، یه ایالت کمتر بود، اینا representation نمایندگی مساوی داشته باشن. یه دلیل الکترال کالج بود. یعنی الان که ما تو کالیفرنیا 40 مثلا میلیون نفر داریم که خود ایالت ما ششمین قدرت اقتصادی دنیاست، اینه اگه آمریکا یه روزی تجزیه بشه برای ما خوبه، از همه لحاظ هم برای ما تامینه، به غیر از بارون تو کالیفرنیا جنوبی که واقعا یه مشکل استراتژیک است. منظورم اینه که سیستم الکترال کالج هنوز اجازه میده برای اینکه کشور اتحاد خودشو داشته باشه، اون نماینده‌ای که جزء سیستم الکترال کالج باشه همون تعداد باشه که مثلا تو استیت وایومینگ که جمعیتش چقدره، مثلا 500,000 نفره. این سیستم اختراع شده که این کشور با همدیگه بمونه، که الان متاسفانه بحث خیلی خطرناکی هست در مورد اتحاد آمریکا به خاطر 20 تریلیون دلار قرضشون. حالا یه بحث دیگه است، اگه دفعه دیگه بیام اینجا صحبت می‌کنم در موردش، بحث اقتصادی تخصصیه. الکترال کالج این یه فانکشنشون بود. فانکشن بعدیش این بود که اگه دشمن که اون موقع این انگلستان بود بخواد دخالت توی سیستم انتخاباتی آمریکا بکنه، اون نخبگانی که جزء سیستم الکترال کالج هستن جلوگیری کنن که اگر همچین اتفاقی افتاده بود تو این عرض و حضورتون نوامبر 2016 که خانم کلینتون گفتن روسا علنا دخالت کردن، خب سیستم الکترال کالج یکی از اهدافشون بود که جلوگیری کنه دیگه، در حالی که خانم کلینتون 3 میلیون نفر بیشتر برد از پاپولار ووت آقای ترامپ، ولی به خاطر سیستم الکترال کالج و مصلحت اندیشی اون سیستم سر قدرت هستن، که اونم یه بحث دیگه داره، ربطی به الکترال کالج نداره، اونم حالا تخصصی بعد بعدش صحبت می‌کنم در موردش.
این یکی از دو تا فانکشنش هست. حالا فانکشنای دیگه هم هستش که شما اگه ببینید مثلا مقالای فدرالیست پیپر بهش میگن اونجا مطالعه کنین، یعنی اینا نامه‌نگارایی که بین مثلا جفرسون بود و الکساندر همیلتون بود و نمیدونم عرض بزرگتون مدیسن بود و واشنگتن بود و بنیانگذار آمریکا بود، قشنگ بهتون میگه چرا این سیستم الکتروکالج بعد به وجود داشته. ولی متاسفانه این دلیلی که این سیستم الان باهاتون صحبت کردم که واقعا انتصاباته، واقعا انتصاباته. یک سیستم تشخیص بده که نه آقای الگور اگه 500 هزار رای بیشتر برده بود تو 2000 سیستم ده. حالا اونا کیا پشت پرده هستن؟ بانک‌های بین‌المللی، توجه می‌کنی که سیستم راتشالدی هستش، میلیتری اندستریال کامپلکس، اینا امتیازهای مختلف. اینو مصدرنشی می‌کنم که نه به خاطر منافع ملی آمریکا اصلا مهم نیست آقای الگور 500 هزار رای بیشتر برده بود سال 2000، نه آقای جورج بوش جونیور بس هر قدرت برسه که بعد دیدیم چه اتفاقی افتاد. یا مثلا این دفعه آقای ترامپ بعد سر قدرت برسه، خانم هیلری کلینتون مگه 3 میلیون رای بیشتر برد به خاطر سیستم الکترالج شده که پشت پرده هستش، ایشون بعد سر قدرت برسه. دستات انتصابات، منظورم از این حرف انتصابات من این چیز غیر طبیعی نیست. میشه گفت 90 تا 95 درصد دنیا اینجوری هستش. تو خیلی از کشورها می کار میکنه، مستندنشی میکنن. شما اگه دموکراسی کامل داشته باشین الان مثلا تو آمریکا، اگه دموکراسی کامل داشته باشیم لاغر تو مسائل اجتماعی الان ببخشید خیلی عذر میخوام مثلا برای نسبت خواهران خیلی عذر میخوام، ولی دو تا مرد و دو تا زن میتونن ازدواج کنن. افکار عمومی داره به اینجا کشیده میشه که این دموکراسی دیگه، اکثر مردم میخوان این اتفاق بیفته. یعنی شما وقتی دموکراسی دینی نداشته باشین یا دموکراسی نداشته باشین که هیچ ارزش‌های مثلا عرفانی و الهی نباشه و فقط هومانیستیک باشه، هومانیزم باشه که خودش شکست خورده 500 سال پیش شروع شده اما تو غرب شکست خورده، ولی بعضی از کشورها که نمیگم کجا دو مال اون میخوان برن، خب این عقب موندگی دیگه. اونا خودشون اونجا به این نشستن که نه این درست نیست، این دموکراسی بدون ارزش یا هدایت نشده، حالا از هر تیفی این ممکنه عوارض خیلی بدی داشته باشه. و اینم یکی از به اصطلاح فاکتورها و زوایای به قدرتن آقای ترامپ و اصولا قشر سنتی تو آمریکا هستش. مردم آمریکا به غیر از استیتای ایالتا که شرق و غرب هستن که اگه نگاه کرده باشین تو همون شبیه که انتخابات بود اینا آبی بودن، بقیش قرمزه. مردم آمریکا اصولا مردم سنتی هستن، ولی خب رو افکارشون داره کار میشه، 24% داره تبلیغات میشه، انواع از فیلم گرفته تا رسانه تا همه چی که اینا یه جورایی ارزش‌ها رو بریزن دور و خیال کنن که همه چی مادیاته که متأسفانه دارن پیروز میشن اونجا. درصد منظورم از انتصابات بود. اکثر کشور دنیا اینجوری هست. بعضی جا کار میکنه، بعضی جا فاجعه هستش. بعضی جا دیکتاتوری هست، مثلا زیمبابوه. واقعا موگابی واقعا یه فاجعه هستش. یه جای دیگه مثلا تو روسیه بهتون میگم، نه اینم نمیگم بخاطر اینکه با روسیه همکاری میکنم، نه این آمار شرکت پیو و شرکت گالوب که شرکت های نظرسنجی هستن تو آمریکا، اینا رسمیه آمریکاییه. اگه نمیشه گفت مثلا ممکن اشتباهش باشه، آقای پوتین 92 تا 94 درصد محبوبیت داره اونجا. اونجا تو روسیه کار میکنه، روسیه عاشق آقای پوتین هستن، لااقل 92 تا 94 درصدشون. خب اونجا اتاکراسی یا مثلا حتی بگیم دیکتاتوری که اینطوری نیست، یا اتاکراسی یا اولیگارکی، بالاخره یه جوری مردمشون رو چیکار میکنن؟ تایید میکنن. این دلیلیم که با روستا میشه یه جوری بیشتر کنار اومد به خاطر اینکه اونا نمیان توی کشوری بخواد همتاش بشن، نمیان تو مسائل داخلیش انگولک کنن، در حالی که تو امپراتوری انگلو واشنگتن انگلو امریکن اصلا اول اساسشون اینه که بیان دخالت کنن تو مسائل فرهنگی، اول میرن تو مسائل فرهنگی چیز میکنن. درست ما میتونیم من فکر کنم سه روش وجود داره که ما میتونیم اصلا غرب و مخصوصا آمریکا که هنوز ابرقدرت هست یا هر کشور دیگه هستن، سه روش داره که ما اینو تجزیه تحلیل کنیم. روش اول اینه که بگیم ما حرف حق رو میزنیم، بقیه همه باطلن، یا لااقل دشمنمون همه باطلن. این یه روش که تا حالا 38 سال اینو تمرین کردیم. روش دوم اینه که ببینیم که این رد و بندا چیه تو آمریکا، مثلا آیا فرق میکنه بین ادمنستریشن آقای اوباما، از ایشون باید مثلا تشکر بکنیم، یا از آقای ترامپ باید بگیم که مثلا ایشون واسه ما خوب بودن که الان سر قدرتشون دارن قشنگ چی میشه اکسپوز آشکار میکنن و رسوا، اینو میخواستن دارن خودشون رسوا میکنن. این ادمنستریشن با ادمنستریشن دیگه فرق میکنه. اون روش دومه. روش سوم روش آنتروپولوژیکاله، یعنی مردم شناسی، یعنی ما بریم مردم رو مطالعه کنیم قشنگ که ببینیم کی ان گذشتهشون چی بوده، آیندهشون چیه. این روش بنیانگذاری آمریکا بوده.
یعنی بنیان گذار آمریکا اینه که قانون اساسی رو نوشتن، مخصوصا علی‌الخصوص آقای جفرسون که اولین وزیر امور خارجه آمریکا بوده، یعنی نخبه ترین شخص رو گذاشتن وزیر امور خارجه باشه که دنیا رو مطالعه کنه تو اون 250 سال پیش. خیلی اینا باهوش بودن، اصلا فوق العاده این انسان های استثنایی بودن، با اینکه نصفشون فریماسون بودن، اونها یه بحث دیگه است. خب اینا یه تو آلمانی شپایکن زی دویچ انیبادی سامبادی آها، یه لغتی به آلمانی داریم به نام زایتگایست. زایت به آلمانی میشه تایم، لغت زمان، گایست میشه گوست، هم لغت روح که میگیم با انگلیسی گوست. یعنی این پدر، این بنیانگذار آمریکایی، نبضشون قشنگ، یعنی نبض جامعه رو میدونستن، ده هر گود زایت گایز، هم تاریخ رو میدونستن، هم بعض کنونی رو میدونستن، هم خوی بشریت رو میدونستن، هم عرفان مسیحیت رو میدونستن. آقای جفرسون که هم چند تا کپی قرآن نفیس هم داشته، اسلام هم میگن مطالعه کرده بوده، به اضافه یهودیت و اینا حرفا. بسیار هم ضد صهیونیست بودن ها، اصلا موقع صهیونیسم وجود نداشته، ولی بریم مطالعه کنیم، مثلا بن فرانکلین خیلی حرفای خیلی کلوفتی میزنن که الان مثلا ما تو ایران بزنیم بعضی میگن افراطی هستی. پدر به اصطلاح بنیانگذار آمریکا اینو گفته بودن، مخصوصا آقای بن فرانکلین که ایشون اولین میشه گفت دیپلمات آمریکایی بودن قبل از آقای جفرسون و میدونستن سیستم مالی جهان چی بوده. اون موقع درست همین موقع که آمریکا داشته به اصطلاح به وجود می آورده، تأسیس می شده، موقعی بوده که راتشیلد داشتن به قدرت می رسن. اصلا بعضی میگن تمام آمریکا یه پروژکت راتشیلدیه، خب اونم یه طرز فکره. بعضی میگن نه، اصلا آمریکا با اینکه مثلا کسایی که پشت پرده آمریکا بودن فریماسون و راتشیلدی بودن، اصلا یه تو دهنی به اونا بوده، اونم یه تئوریه. من میگم بعد همه رو گفت، شما خودتون ارزش‌یابی کنید. منظورم از این حرفا اینه که دهر گود زایت گایست، یعنی اپروششون اپروش اون سومی که بود گفتم انتروپولوژیکال بود، مردم رو میشناختن، انگلیس رو میشناختن، فرانسه رو میشناختن. یکی از جنرالای خیلی بزرگ فرانسوی به نام لافایت واسه آمریکایی‌ها میجنگی، از اون طرف هیشیانا بهشون میگن هیشیان، آلمانیا رو برده بودن مزدور شده بودن، یعنی واسه انگلیس‌ها کار میکردن، آلمانا رو مش فرهنگ آلمان هم میشناختن که جوری با اون سربازای آلمانی بجنگن که با انگلیس‌ها هم دسته بودن. They had a good zeitgeist. Their approach was anthropological. This is what we are lacking in Iran today. یا میگیم که ما حقیم همه باطلن، یا اینکه ببینیم این ادمنستریشن چی گفت تو واشنگتن، این ادمنستریشن چی میگه، همش به من میگه مثلا پیش بینی کن تفاوت این ادمنستریشن، همه حاشیه‌ایه. ما داریم زایتگایست خوبی داشته باشیم، از خودمون اول، از همه مردم خودمون، بعد از دنیا، مخصوصا علی خصوص دشمنامون، کسایی که مثلا ما میگیم دشمن ما هستن یا اونا با ما خصومت میکنن، مثلا دشمن، لغت دشمنی من باش راحت نیستم، اونا میخوان خصومت با ما بکنن. بعضی وقتا ما عناصری در کشور ازدمون هستن، همکاری هستن که میخوان خصومت رو بدتر بکنن، میگن اگه بدتر بشه بهتر میشه. این دیگه قشنگ علنا وارد جنگ میشیم. دوستایی هستن که اینجوری توران فکر میکنن، اونم تز خودشونه، بعد احترام بذاریم، چه موافقیم چه مخالفیم. یعنی بعد اینجوری تخصصی فکر بکنیم و خیلی استراتژیک فکر بکنیم. یعنی واقعا من که این مدرک رو گرفتم، استراتژی گلوبال منیجمنت، اینا این درس ها رو خوندیم و این درس ها رو می نویسیم الان ادامه میدیم. یعنی فقط پوز نیستش. بعد تو مباحث فرهنگی خیلی کار میکنیم، سینمای استراتژیک خیلی برای ما اونجا مهمه. ما سه ماه پیش ما رو دعوت کردن ایران، دعوت رسمی تو بود 10-12 تا دانشگاه بودیم، سوژهش هم بود چیز بود، انجمن دانشجویان اسلامی اسپانسر کرد و اینا، سوژه هم بود استکبار ستیزی. خب بار اولی که اومدیم ایران تو شهریور 94 مثلا تاریخ های شما رو استفاده کنم، همین کنفرانس رو چند تا رفتیم تا خرخره پر بود آمفی‌تئاتر. این دفعه که چون که از این واژه داف و کلیشه استفاده کردم، مثلا آمفی‌تئاتر نصف خالی بود. این معنیش نیست که ما استکبار ستیزی رو بذاریم کنار، معنیش اینه که زایتگایست خوبی داشته باشیم. ما این دفعه که بیام در مورد مسئله بخوام صحبت کنم که خیلی هم داغ هستش، برای آقای ترامپ بسیار آدم خطرناکیه و شما اینو نباید شوخی بگیرید و من مشاورتم به آقای دکتر ظریف که بهشون خیلی احترام قائل هستم و کادرشون و اینا، حالا بعضی وقت موافق بعضی وقت مخالف موضوعشون هستم، اینه که نگیم ببینیم چی میشه، از ما مشاورت کنیم، به شما پیش بینی بکنیم، پیش بینی علمی به شما مشاورت کنیم که ایشون دقیقاً این حرفو که میزنه عمل خواهد کرد. اصلا اپروچی که ببینیم چی میشه هیچ مفهومی نداره. ایشون تمام الان داره علنا داره قول وعده‌اشو خیلیشو به عمل میرسونه، از اول از همه همون تحریم اون هفت کشور اسلامی که اون شش کشور دیگه فقط بافر بودن،
بهانه بودن. اینا هدف اصلی ایرانه، همیشه هدف اصلی ایران بوده. هم 2003 که 2001 افغانستان رو گرفتن، 2003 که عراق رو گرفتن، اصلا هدف اصلی همیشه ایران بود. ولی خب اینا خیلی دارن ماهرانه تر الان جلو میرن، ولی خیال میکنن که شما مثل از اونا صد برابر ماهرتر نیستین، خطای بینش اوناست. ایشون خیلی راحت میشه تجزیه و تحلیل کرد و رفتارش رو خیلی میشه راحت پیش بینی کرد. اینجوری بهتون میگم پیش لازم نیست که مثلا ببینیم چی میشه، نه، بعد الان کانتینجنسی پلان های خیلی قوی داشته باشیم که قشنگ و این چارت چی میگن فلور چارت های خیلی قوی داشته باشیم که این حرکت کرد واکنش ایرانی باشه، این حرکت کرد واکنش ایران این باشه، و این کاملا شدنیه به نظر من، کاری که تو تینک تانک های آمریکایی ما این کارو میکنیم. و همین نباید ساده سازی کنیم، یا خدای نکره بدتر از ساده سازی، ما یه مشکلی تو فرهنگمون داریم که من همیشه همونجا هم اونجا دیدم، البته اونجا خیلی ایرانی اونجا خیلی مشکل توشون ترانسپرنت شفاف روشن خیلی روشن‌تره. اون غرور، یه تکبر نارسیسیزم ایرانی که اینم خیلی فشرده است، ولی خیلی خلاصه بهتون میگم دلیلش. من همه چیو ریشه‌یابی کردم، مثلا هر چیو بعد ریشه‌یابی کردم. دلیلش اینه که خب ما بعد از سقوط سلسله قاجار کاملا بی‌هویت بودیم، اصلا تو هر شهری حاکمی بود و خیلی از قلدرها و آدمای رزل اصلا اونجا حاکم ها اصلی ها اونا بودن، کاملا هویت نداشتیم. یه شخصی قلدری اومد به نام رضا خان که بچه رضا شاه، سعی کرد به این مردم یه حالت ناسیونالیسم بده و همپارچگی، مثلا میگم ما یک پارچه هستیم. ایشون خیلی سعی کرد رو این کار کنه، البته خب متداشون غلط بود، ولی خب بالاخره یه کشور رو از زمان قاجار رسون تا مثلا یه کشوری که کاملا اتحاد داشت، ولی خب متاسفانه برده کشورهای دیگه بود، مخصوصا انگلیس و آمریکا. یعنی مشکل اصلیشون اون بود. منظورم از این حرف میگه اون حالت، اون نارسیسیسم هنوز تو وجود و تو فرهنگ ما هنوز هست، فرمش عوض شده. توجه میکنیم مثلا ما تصور میکنیم که، البته من رو حرف هیچ کس نمیخوام حرف بزنم، هیچ وقت هم خیال نمیخوام کسی ناراحت بشه، برادرانم تو سپاه مخصوصا، ولی مثلا این موشک ما فرستادیم هوا که مثلا یه خورده جلو آقای ترامپ بگیم که مثلا ما هم میتوانیم. بله ما میتوانیم اگه بخوایم. ولی خب آیا مثلا یه دونه موشک اونم مخفی فرستادن، خب این واسه ما چه دستاوردی آورد؟ به غیر از اینکه اونا کاملا رسانه‌ایش کردن، حتی از جهل جامعه اروپا، آمریکا، همه دنیا استفاده کردن، گفتن این علم مثلا قراردادهای ما مثلا با تو برجامه که اصلا همچین واقعیت نداشت. مثلا اگه اون موشک کیپبل نباشه، توانایی نداشته باشه برای بس کردن پلاک اتمی، یعنی دارن اون برخوردی که با کره شمالی میکنن میخوان اپلای کنن به ایران و استفاده کردن از جهل جهانی و میدیا که دستشونه. اینا تو هر جای دنیا هر امپراتوری برن دو تا چیز دستشونه، سیستم مالی و سیستم رسانه. رمز موفقیتشون اینه. اینا از رسانه اینجوری کردن. هم خب این برای ما چه اصولا چه دستاوردی داشت؟ من همیشه اینو میگم، اصلا وارد مسئله استراتژیک نظامی نمیشم، فقط از نظر ژئوپلیتیکی میگم. حتی برادران و همکارام تو سپاه دلایل خودشونو داشتن که من سکیوریتی کلیرنس و حد بالا رو ندارم که ببینم دلایل چیه. ولی خب مثلا اگه به عنوان مشاور ژئوپلیتیکی من میگم چرا یه دونه در کردیم، چرا بلوف کردیم 10 تا در میکردیم، مثلا چند وقت پیش بود و اوایلش که چند تا موشک رفت هوا به دایرکشن های مختلف از سری کبیری هم بود. اگه میخوام زور آزمایی نشون بدیم تا تاش نشون بدیم، چرا مثلا چونه میزنیم یا مخفی انجام میدیم اینا؟ تازه اگه ما 10 تا کرده انداخته بودیم همه، این نارسیسیسم ما این بس برمیگه به همون نارسیسیسم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، آیا ما میتونیم با آمریکا مثلا چیز بشیم؟ کلام وارد دعوا هست. آمریکا تو 1988 همون سال آخر جنگ که علنا با عراق همتا شد، نصف نیروی دریای ما رو غرق کرد تو خلیج فارس. آیا اون روش، حالا میگیم از روش‌های نیو چی میگن، asymmetrical warfare، روش‌های مثلا partisan war استفاده کردن، آیا مثلا این واسه ما دستاوردی خواهد داشت یا نه، یا به ضررمون تموم شد؟ آمریکا تمام این موشک‌های S-300 که روسا با چه منتی با چه بدعهدی بالاخره موقعی به ما فروختن که دیدن تو روسیه به نفعشون، تو سوریه به نفعشونه، ما داشتیم الان بهشون کمک می‌کنیم تو سرکوب کردن نه تنها داعش بلکه وهابه وحشی تو چچن و تو قفقاز. بالاخره اومدن اینا رو بابا، اینا پشت کامیونای هستش که تو سی آی یه مامور واسه هر کامیون هست 24 ساعته دقیقا میدونه کجاست. این منظورمه که اگه اونا بخوام بزنن میزنن و خواهن زد. یکی از چیزایی که توی مناظره من نمیگم بترسیم از آمریکا، من میگم عاقلانه رفتار کنیم.
مشکل ما دیپلماسیه. دیپلماسی هیچ وقت نداشتیم، از اون اول نداشتیم، الانم نداریم. تا یه حدی داریم تازه پیدا میکنیم. بعد اگه بگیم دیپلماسی، بعد بعضی مثلا میگن این نه، این سازش با دشمنه. نه، خیلی از این بالاتره. اون برای اولین بار یه سفیر یه از امور خارجه داریم که قشنگ انگلیسیش فلوئنت هست. فلوئنت انگلیش. He was raised there. اصلا طرفداری نمیکنه ما. حالا بعضی میگه نه، پروتکل اینه که مثلا وزرای امور خارجه قبل اون اینا همه انگلیسیشون فلوئنت بود، ولی پروتکل یونایتد نیشن که به زبان خود صحبت کنه و ترجمه بشه. خیلی خوب اون پروتکل. ولی بهتون بگم ایشون وقتی میاد آمریکا، تینگ تنگ های آمریکایی ازشون دعوت میکنن، نه به خاطر اینکه ایشون خائنه، به خاطر اینکه ایشون کاملا ارتباط میتونه برقرار کنه و این خیلی از این اشخاصو میشناسش، رابطه شخصی داره و نفوذ داره روی تصمیم گیری اینا که اینا خط میدن به وزارت امور خارجه. چیزشون هم سردستشون هم CFR Council on Foreign Relations شورای روابط خارجی. شما میخواید این آمریکا چجوری میچرخه، ببینید تینگ تنگ ها کیان و کیا خط میدن به وزرای آمریکا، که وزرا بعد میدن به ادوایزر آمریکا، ادوایزرای پرزیدنت، ادوایزرای پرزیدنت به خود شخص پرزیدنت، به قول آقای جورج بوش I'm just a desire. حالا اینا کیان تینگ تنگ ها؟ رند کورپوریشن. رند کورپوریشن تینگ تنگی بود که جنگ ویتنامو منیج میکرد تا آخرش، که در واقع میس منیج کرد، برای اینکه 57,000 آمریکایی مردن و هیچ کس تو آمریکا نمیدونه 3.5 میلیون ویتنامی آمریکایی کشتن. یاد بد نمیدن تو مرکز دانشجو دکترا باشی و آرکیتکت هر شب بروکینگز اینستیتوت که لیبرال هستش. بای دی وی دیز آر آل سپرست میگم که بعدن تو اینترنت نره، دیز آر اینا همشون دست ساینیست است، چه چپ چه راست، ایدر وی دی وین. مثل خانم کلینتون که آقای خایم سبان پشتش بود، یه ساینیست لیبرال بسیار پرنفوذ، همون سبان اینستیتوت اندیشکده ایشون. آقای ترامپ هم کی پشتش بود؟ آقای شلدن ادلسون که یک سرمایه‌دار بیلیونر لاس‌وگاسی هستش که پولاشو پولشوری میگن، پولشوریشون علنا تو چین میکنه. ایشون یکی از حامیای اصلی آقای خود بیلیونر آقای ترامپ هستش. همه اینو میدونن علنا، ایشون هم ساینیست هستن. بعد شما واقعا اگه تخصصی فکر کنین و متوجه بشین، هر دفعه ایشون به آقای ترامپ به چین حمله میکنه فقط برای مصرف داخلیه، یه پوزه. کاملا اینو با هم دیگه هستن. این بروکرز اینستیتوت. یکی دیگه است به نام CSIS Center for Strategic International Studies. معلوم نیست این طرف هم اون طرف هم، سجع و قریبیه. CFR که سردسته همه شونه، Council on Foreign Relations، شورای روابط خارجی، که رئیسشون هم هست ریچارد هاس. باز دوباره ساینیست تبار، بزنی حرفاش رو گوش بدین تو یوتیوب، ایشون دیگه علنن قشنگ داره دستشون رو رو میکنه. انقدر اونا نارسیسیزم خودشون هم دارن، فقط ما نیستیم نارسیسیست هستیم، هر ابرقدرتی نارسیسیست میشه. انقدر نارسیسیست که قشنگ حرفاشون تو یوتیوب هست که ما چیکار میخوام بگم چیکار نکنیم، این که اون که، یعنی دیگه هیچ چیزی نیست، هیچ خیمه شبازی وجود نداره تا اون حدی که قبلا وجود داشت. دو آتیشای دست راستی هستن American Enterprise Institute، سوپر ساینیست. American Heritage Foundation، سوپر ساینیست and super conservative in internal US affairs. Woodrow Wilson Institute هستش که مرکزشون تو استنفورد یونیورسیتی خود ما هست تو کالیفرنیا. یکیشون هم یه خانمی که اونجا اسم نمیارم که ایرانی تبار هستن، اومدن ایران و یه حرفای کلوفتی زدن و تشریف آوردن تو دانشگاه اوین. و خلاصه ایشون استراتژیشون این بود که برگردن آمریکا چیکار کنن، قرارداد ببرن با شرکت سایمن اند شوستر، اسمش هم باز دوباره ساینیست تبار، کتاب بفروشن و رسانه بشن و خلاصه حسابی مشهور بشن. ما میجوری این کار کردیم، اینا مشهور شدن، دیپلماسی نمیدونستیم، دست اینا رو نخونده بودیم. چند نفر بعدم اومدن و زندان رفتن و برگشتن آمریکا، هم شدن اساتید خیلی مشهور به خاطر کتابایی که نوشتن که منتشر کردن، هاشون همشون اسرائیلی تبار یا اسرائیلی بودن. سبان اینستیتوت که بهتون گفتم، آخر سرش هم که شاهکار اصلیشون پینک بود تو اتاق تفکر، پروژه فور نیو امریکن سنچوری، که تمام نیوکانا اونجا هستن و این تینگ تنگ سپتامبر 11 بود. آقای ترامپ هم جز همینا مشاورینشون هستن. فکر نکنین ایشون مستقله یا اینکه نه ایشون تاجره میخواد نگوشیت بکنه، اینا خودفریبیه. ایشون بسیار آدم موزی متخصص، کاملا به روش‌های رسانه‌ای دسترسی داره، یعنی سعی میکنه ارتباطو کاملا برقرار کنه به هوادارش از طریق توییتر. دست کم نیست. بعد اینا اصلا اینی که ایشون رو مسخره بگیرن دت استراتژی خودشه، میدونستین اینو؟ همه بهشون بخندن این استراتژیشه که همه بهش بخندن، زیرا به کار خوش انجام بده. یه تئوری ما داریم که زمان ریچارد نیکسون تو مکالمه های آقای نیکسون و
چیف استراتژیستشون رئیس مثلا مشاور اصلیشون آقای جان هالدرمن بود که اسم این تئوری از تئوری مدمن تئوری، یعنی تئوری مرد دیوانه. یعنی شما هر چی به عنوان مثلا رئیس جمهور کشوری دیوانه وار رفتار کنی و یه جوری جلوه‌ای نشون بدی که نمیتونن رفتارت رو پیش بینی بکنن، شما خطرناکتر میشی و دشمن میترسه که شما اصلا دیوانه ای. تصور میکنین این جز اون زمان چیزه نیکسونه، آقای ترامپ از این تئوری داره استفاده میکنه، ایشون دیوانه نیست، مخالف خیلی از تحلیلی که الان انجام شده و غلط هستش، ایشون دیوانه نیست، این متدش خیلی فرق میکنه، بسیار خطرناکه. اگه ما واقعا تاکتیک نداشته باشیم اینجا میتونیم خیلی ضربه بخوریم. در اصل سالیان دشواری جلومون هست، ولی میتونیم بالاخره یه لوریجی داریم با اتفاقی داره تو اروپا مثلا میفته. یعنی ما میتونیم الان از اون سیاست دیواید اند کانکر که همیشه امپراتوری انگلیس و بعد واشنگتن استفاده کردن، ما میتونیم الان استفاده بکنیم، یعنی که یه دیویژن خیلی اساسی داره تو دنیا اتفاق میفته، ولی از اون طرف هم یه اتحادیه داره به وجود میاد که تمام دسترسی اروپا الان دارن جهاد میکنن، بسیج میشن با آقای ترامپ. این آقای ترامپ فقط یه قسمته، he's just a piece of the puzzle. It's a big puzzle. He's just a piece of it. You have somebody so crazy like Marine Le Pen. خانم مارین لو پن حزب فرام ناسیونال که اینو کاملا پدر ایشون ژان فرا ژان ماری لو پن، ایشون علنا یه چیز بودش، آنتی سمیتیسم بود. اون موقع زمان ایشون آنتی سمیتیسم اون موقع ضد یهودی بود. ضد یهودی جدید یا آنتی سمیتیسم جدید تو دنیا چیه؟ اسلام پرستی. مسلمان ها ما هم سمیت هستیم دیگه، فقط یهودی ها که سمیت نیستن. میدونین این چیز سمیت اصلا چیه؟ حضرت نوح سه تا پسر داشت، شم، هم، جعفر. ببخشید اینا لغت هایی که من تو انجیل و انگلیسی خوندم، حتما تو قرآن هم نگفته شده. شم، جعفر، هم، این از این سه تا همین شم میگن، اینجور تو روایات گفته شده که ما میگیم سم یا سمیت بس. نه سام به فارسیش میگن سام. بله، هم یهودیا هم مسلمان ها، یعنی از اینا در واقع یهودی ها مسلمان ها اینا چیزن، کازین هستن، پسر عمو هستن اینا سما. یعنی آنتی سمیتیسم جدید در حال کنونی که خانم مری لو پن سر دستشونه تو اروپا، میتونم بگم که فاجعه میشه واسه اسلام و ایران مخصوصا، چون اینا همه با اینکه آنتی چیز بودن ها، سمایت بودن، پدراشون رو زده یهود بودن، ولی حامی اصلیشون اینا از کجا هدایت میشن؟ از تل اویو. خیلی جالبه، آنتی سمیت های الان نیونازی ان و صهیونیست ها اینا رو هدایت میکنن. خب صهیونیست خودش یه نوع نازی، یه نوع فرم نازیسم بود، کسی برای نمیدونه که اون تضادی وجود داره، هیچ تضادی وجود نداره. منظورم اینه که آقای ترامپ جز اونه. از اون طرف آقای نایجل فاراج هست تو انگلیس که ممکنه یه چالشی بشه واسه خانم ترسا می که رئیس نخست وزیر کنگره روس داره انگلیس هستن و ایشون هم اومدن، یکی از اولین رهبرایی بودن که اومدن آقای ترامپ رو دیدن. آقای نایجل فاراج حزب UKIP هست، United Kingdom Independent Party، که اینا مدیرای اجرایی برگزیت بودن. بعد از برگزیت فرانس اگزیت میاد دیگه، اونم بیاد که تمام دیگه، اتحاد اروپا هم تو خطره. اما این خطر رو سطحی نگیدین که آقای الان دیگه از هم گسیخته میشن و اینا نیو لیبرال بودن و خوب دست راست به قدرت برسن به نفع ایران، اینطور نیست. دست راست که به قدرت برسن تو اروپا اینا بسیار ایران هراست و اسلام هراست و صهیونیست هستن، اصلا علنا میگن ما صهیونیست هستیم. حامی آقای ترامپ هم صهیونیست هستن همشون. مشاور اصلی آقای ترامپ کیه؟ استیون بنن. استیون بنن کیه؟ ادیتور ان چیف، سردبیر کل braveheart.com. به خودشون میگن، علنا میگه ما وایت نشنالیست هستیم. وایت نشنالیست، وایت سوپرمیسیست هستن، نیو نازی هستن. ترجمه میکنی همشون از این تیپن. یه اتفاقی داره تو دنیا میفته که تو ایران تحلیلای خوب در موردش نشده، یا اگه شده گفتن این به ما ربطی نداره، این مسائل داخلی ایرانه، داخلی آمریکاست، مسائل نژادی، جنگ نژادی تو آمریکاست، به ما ربطی نداره. ولی کاملا به ایران ربط داره، برای که این نژادپرستی آمریکا همتاشون تو اروپا هستن و اینا که تو اروپا هستن بسیار ایران ستیزن. تزشون ولی نژادپرستیه. ما نباید بدون تدبیر خیال کنیم که چون اینا مثلا تو شعارهای قبلشون آنتی سمیت بودن، وزارت امور خارجه آمریکا چیز دارن، شعار دارن که the enemy of my enemy is my friend. نباید اینجوری فکر کنیم. The enemy of my enemy in this case is not our friend. It's actually our enemy as well. خلاصه بس اینه. بیشتر
تینگ تنگایی که تو آمریکا ما میریم سخنرانی میکنیم یا اینا که تو ایران سخنرانی میکنیم سخنرانی نیستش. خیلی کوتاه من سخنرانی میکنم، صحبت میکنم، بعد تبدیل میشه به پرسش و پاسخ. برای همین الان فکر کنم موقعی باشه که دیگه یکی سالای سنجیده و علمی و آکادمی رو الان بپرسیم و وارد اون مبحث بشیم. ممنون دکتر. میخوایید پس هر نفر سوال میپرسن شما پاسخ بدید یا تو ترجیح میدید که همه سوالاشون بپرسن؟ نه همه سوالاشون بپرسن که نمیشه، که من من بیشتر از 40 دقیقه میتونم وایسم برنامه مخصوصا واسه شما کلیر کردم، ولی مثل شما ممکنه در صورت هرجوری که بفهمید. نفر اول کی میخواد سوال بپرسه؟ یه سوالی کسی داره در مورد کنفرانس اوراسیا؟ میدونم که یکی از چیزایی که براتون جالبه و سفیر روسی در ایران اونجا صحبت کرده بود. اونجا نه، یه تنه اندشکره دیگه بود. علاقه دارین تو مبحث خود صحبت کنیم چه رفتی به ایران داره و چه رفتی به آقای ترامپ داره؟ حالا میخوایی پس سوالا رو بپرسیم بعد آخرشون رو بذاریم؟ نه نه، من نمیخوام سوالا رو بپرسیم. میگه براتون اصلا جالب هست پرسشی دارین؟ اگه پرسش دارین تخصصی سوالتون رو مطرح کنین. سوالاتون رو میخوایی شروع بکنین؟ اون خیلی به ایران رفت داره. حالا بفهمون فارسیتون هم زیبا بود اتفاقا. من چند تا سوال دارم، سوالات هم فکر میکنم پراکنده باشه، نمیدونم پشت سر هم اینو بپرسم یا نه. شما از ابتدای تشکیل آمریکا شروع کردیم، ما رو آوردیم اول ترامپ همونجا نگه داشتیم رفت، یعنی من میخواستم بدونم که از اینجا بعدش چیه، از اینجا بعدش چیه. یک سوال همینه که حالا خب فرق بین این دولت‌ها هست یا نه. بعد من بعدش میتونم بگم خیلی خوب. چیز دومی یادتونه اون سه تا چیزی که گفتم روش؟ بله. روش دومی که آیا این ادمینستریش ما فرق داره یا نداره؟ آره خب این هم خب همین دیگه اینجا ما رو نگه داشتیم. خب آیا مثلا تو ادمینستریشن ترامپ فیلینگ با فنین ممکنه دعواشون بشه؟ نمیدونم حالا امروز فیلینگ که رفت اصلا نه این خیلی جالبه. اینو مطالعه کردین؟ یه اصلا یه تکتونیک پلیت چی میگن؟ موقعی زلزله بشه این دو تا زمین اینجوری یکی داره میره یکی میاد. یه چیز قولپکن این اتفاق افتاد. خب این چرا اینجوری میشه؟ آیا مثلا واسه بنت تیلرسون و بنن نمیشه؟ اصلا تیلرسون اینجا خیلی من سوالام نمیدونم حالا عالی. نه نه بذار همین الان این دو تا فکر کنم ببخشید. خب باشه. آره برای اینکه سوالای معرکه بود. استفای آقای فلین خیلی سمبولیک بود. یعنی خیلی میگن اولین شکست قانونی his first legal defeat was the seven Muslim country ban. البته ایشون گفت تو توییترش گفته see you in court. خیلی جالبه. چون قوه قضاییه که تو آمریکا کاملا مستقله و رازه بقای آمریکا یا هر کشور متمدن اینه که قوه قضاییش کاملا مستقل باشه. با قوه قضایی دعوا کرده بعد به اونا میگه تو دادگاه من شما رو میبینم. یعنی تو بلوف کردن ایشون خیلی خوبه. یعنی همتون میدونین دیگه نخبه نمتون. آقای فلین اینجوری خودشون گفته بودن از زبان خودشون، من تو سی ام بی سی خوندم، اینکه به خاطر کانکشناشون با مقامات روسی این کارت بلانش دموکرات هاست که اصلا اینا آیا واقعا روسیه دست داشته تو انتخابات های آمریکا؟ تو نفوذ تا اون حد بوده و چرا سیستم الکترورال کالج جلو نگرفته؟ نه من نمیگم هم وجود داشته هم وجود نداشته، همکار روسی که طبیعتا میگه نداشته، آقای ترامپ میگه نداشته، دموکرات‌ها اصلا قبل از اینکه اتفاق بیفته، قبل از اینکه الکشن اتفاق بیفته اونا گفته بودن که ببین مثل که دارن هکمون میکنن. از اون طرف جولیان آسانج گفت نمیکنن، یه روز گفت میکنن ما رو ویکی‌لیکس. معلوم نیست، اینا خیلی عمیقه، بحثای خیلی عمیق اطلاعاتیه. ولی خب اینکه چرا ایشون الان ریزاین کرده، وقتی شما ریزاین بکنید پوشش قانونی داری. خیلی سمبولیکه. بعد ببینیم چی میشه، دموکرات ها چجوری میتونن از این آب گلالود ماهی بگیرن، بعد ببینیم چی میشه. ولی ایشون من بتونم بگم بسیار آدم ایران هراس و اسلام ستیزی هستن و خواهند بود به احتمال زیاد و بسیار صهیونیست، اما از اون طرف میخواستن با روسا سازش کنن. حالا اون بعد میگه سال دومتون بود فکر کنم. ما هم سال میگم بحث تفرقه داخلی، یعنی تفرقه داخلی دموکرات دوست دارن که ریپابلیکا شکست بخورن، چون فکر میکنن ترامپ بعدش دوباره همه دست در دست هم میان، بالاخره منافع ملی آمریکاست. سوال هم این بود بین مثلا ماتیس و جیسون اینا ممکنه باز دوباره دعوایی بشه؟ حالا گفتن آقای با پاوارد یکی از گزینه‌هایی که به جای آقای فلین ممکنه بیاد. گفتن آقای اتوان ممکنه به نفع ایران باشه. هاوارد هست، آقای دیوید پتریس هم هستش. آره اون یکی از گزینه‌هاست. یعنی یک دست خدایی هست که اومده اینم داره جابجا میکنه، یا این مسئله داخلی تفرقه هست. ببین کسایی که ایشون انتخاب کردن همه مدیرای خیلی قوی هست. خدا چون خیلی آدم قویه. ببین ما تو بیزنس دموکراسی نداریم، اتاکراسی داریم.
That's why we call the chief executive officer CEO, chief. There's no democracy. ایشون از اون بک‌گراند میاد. مدیر محکم اتوکراته و دیکتاتور به احتمال زیاد. که البته سیستم نظام آمریکا همچین اجازه بهشون نمیده. ایشون استیضاح میشه بره. اگه همینجوری ادامه بده. غیر قانونی بخواد برخورد کنه. ولی خب استیضاح خیلی سختی میشه و ایشون اصلا دوست داره استیضاح بشه. اگه رسانه‌ای میشه برندش قوی‌تر میشه باز دیگه استیضاح بشه. ایشون بعد ذهنیتش اینجوریه. یک، دو، شخصیت آقای ببین آقای انتخاب آقای رکس تیلرسن یه انتخاب بسیار استراتژیک، کتاب ها میشه نوشتن موردش ولی من خیلی خلاصه برای شما اینو بریک داون کنم. این استراتژی فقط این بود که آمریکا به روسیه نزدیک بشه. آقای سناتور مکین، جان مکین که اصولا فکر کنم من روانی ایشون روانی هستن و بعد هر چه زودتر بازنشسته بشن که حرفای میزنن، مثل که اون سالیان سال که تو ویتنام ایشون اسیر بودن یه مقدار زیادی از قدرت های ذهنیشون از دست دادن و تو چیز هستن دار فارسی چی میشه توهم هستن. ایشون یه توهینی که به روسیه کرد، میگه Russia is one big gas station، روسیه یک پمپ بنزین بزرگه. خیلی حدیشون با اینکه توهم دارن ایشون سرکار گشتن که روسیه رو بکشن به طرف آمریکا و سیستم پترو دالر که روسیه دور بشه از پروژه اوراسیا. منظورم از اون حرف این بود که شما قشنگ از من سوال کردین. پروژه اوراسیا که من جزش هستم، یه آدم خیلی بالاخره حقیقی جزء اون پروژه هستم، میخواد اصلا یه he wants to create another Warsaw Pact، یه پیمان وارشو جدید بوده ولی خیلی گسترده تر که اصلا شدنش هم ممکنه غیر ممکنی باشه. برای که شما چجوری میتونید چین و روسیه رو بذارین توی کنفدراسیون؟ خود روسا دیگر هراستن، نیمه دیگر خودشون که ایژیاتیک هست، آسیایی هست، دیگه چه برسه به یک کشور سوپر ایژیانی مثل چین که زمان کمونیسم اینا با هم دیگه رقابت داشتن. ولی اینا مصممن که باید سیستم فدرالش سقوط بکنه. روسیه چین دارن یواش یواش تریجری بلاشون رو میفروشن، ذخیره دلارشون رو کم میکنن، دارن ذخیره هنگفت طلا چیز میکنن که احساس میکنن که دارن پیشبینی اختصاصشون که اونا سقوط در حالی. خب به شما بگم چین اصلا اول همه سقوط میکنه. Because China is one large bubble، یه حبابه. در حالی آمریکا اینطور نیست. شما شرکت آمریکایی و شرکت چینی مقایسه کنید، PE ratioشون، price earning ratioشون اصلا مسخره است. این حالا بحث فاینانشیاله. تو اونجا میتونی تشخیص بدی که چقدر اکونومی بابله، چقدر یه اکونومی واقعا زیربناش واقعیه. آمریکا الان خوشبختانه از 2008 پی ریشیو پایینه، این ادامه دارش نمیدونم بگم خوشبختانه، مگه که تو ایران ممکن کسی بهشون بر بخوره، ولی دوام آمریکا خیلی بیشتر از دوام چین خواهد بود. ولی روسیه میگه نه، روسیه تزش میگه نه، الان قدرت به طرف شرق داره میگه میره و اصولا آمریکا و سیستم امپراتوری انگلو آمریکا سقوط خواهد کرد و ما بعد الان به هر وجه من الوجود تمرکز کنیم به وجود آوردن یک کنفدراسیونی که از این طرفش ایران باشه، یه طرف هند باشه، یه طرفش پاکستان باشه، یه طرفش چین باشه، اصلا اقوام مختلف باشه، از ابعاد فرهنگی اصلا یه بحثیه که اصلا همچنین ممکن، یعنی امکانش هست یا نه. یه پروفسور روسی بود تو، یعنی پیشبینی کرده بود که سال 2010 آمریکا به 6 قسمت تقسیم میشه، که همکارای ماه به عنوان پروفسور ایگور پانارین. ایگور پانارین این پیشبینی تو 1998 کرد که 2010 آمریکا سقوط میکنه، 2008 سقوط اقتصادی ما داشتیم که در واقع اینا میگن ریسیشن بود. بعد گفتن تو کتابای درسی ما گفتن نوشیم گریت ریسیشن، در واقع دیپرشن بود. نمیتونست از لغت دیپرشن اقتصادی استفاده کنن. آقای ایگور پانارین یه پولیگو ساینتیست هست که قبلا با چیز بوده، با خود KGB بوده، ولی تو ماسکو استیت یونیورسیتی درس میده. قبل از اونم تو KGB تا 1976 بود، تا 1991. این درست موقعی که شوروی سقوط کردشون از KGB اومد بیرون، رفت تو قسمت آکادمیا. خب اونم یه تز روسا هست، دارن اون سرمایه گذاری میکنن. آقای رکس تیلرسون یک از مدیر اجرایی سقوط اونه. یعنی استراتژی آقای ترامپ همون استراتژی قدیمی استعمار انگلیس، divide and conquer، تفرقه درست کن بعد غلبه بکن. That's it. برای همین میخواد سازش کنن سر سوریه. خیلی خب دیگه سوریه دیگه تموم شد رفت دیگه، چیه سر این داره چیز کنیم؟ اصلا جنگ سوریه شما میدین چی بود؟ اساس اقتصادی و انرژی وار، اساس انرژی وار. تازه من توی پیشبینی سیاست نفتی ایالات متحده آمریکا تو 5 سال آینده هستش. اصلا تمام هیچ رفتی به تشنه و اهل تسلی و تشنه هیچ رفتی به اونا ممکن رو ببندین از اونش بکنین؟ همونطور که بود بکنین؟ لوگوی شما باشه؟
من چی رو برونی هست دارم؟ لوگو رو برای چی میخوام؟ برای اینکه داره اینجا ضبط میشه، من باید از سخنرانی من رکورد داشته باشم، فقط خودم هستم، شما نیستین. لوگو شده قشنگ کرده، حالا ادیتور ما رو زیاد کردیم و تمرین رو ادیت کنه الان. در صورت روز سوری اصلا نه ربطی به تشیع داشت، نه اهل تشیع و اهل تصنّع، اینا همه متدایی بود که اینا استفاده کنن که کاملا نه تنها سوری، تمام منطقه اصلا گسیخته بشه. یه قسمتش Project for Greater Israel بود، پروژه وسعت اسرائیل بود که قشنگ الان تو پرچمشون هستش، از فرات، از نیل تا فرات بعد اسرائیل باشه. یه قسمتش اون بود، ولی مهمتر از همه اینا قسمت انرژیش بود. قطریا که یکی از بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی هستن، گاز طبیعی is gonna be the transition source for energy. غرب به این نتیجه رسیده برای که اونا خیلی جلو تر فکر میکنن از مسائل تو مسائل امید زیستی، اینه که ما این ترانزیشن رو از پترولیوم به منابع تمیز مثل ویو، ویند، سولر، این تو این ترانزیشن برای که آسیب نبینیم، داغون نشیم، بعد از نشتر گس استفاده کنیم. نشتر گس کی داره؟ ایران، قطر، خود آمریکا، روسیه و یه جای دیگه به نام شرق مدیترانه که اسرائیل ها تو یه دونه از این فیلد، اویل فیلد؟ نه، زیر آب و مایل ها، زیر آب به نام لوایتن دارن قشنگ استخراج میکنن، در حالی که اگه اسرائیل اگه ادامه دار باشه میتونه که از بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی باشه. قطری ها گفتن، اون قبل از یه اتفاق افتاد به سوریا گفتن که، و به عراقی ها گفتن که با یه پایپ میزنیم بره از تو عراق و بره سوریا و بره از اون طرف که، و الان داعش کجا هستن؟ این وحشی داعش کجا هستن؟ شمال غربی سوریه، جایی که قشنگ ربط داره به اقیانوس و تمام گازهای طبیعی، مالک اون کشوری میشه که میخوان آمریکا، انگلیس از اونجا در بیارن بیرون. سوریه وقتی فهمید کلی گاز طبیعی تو شرق مدیترانه هستش، قطری گفت غیر ممکن، ابدا این اتفاق بیفته. عراقی هم همدسته شدن، ایرانی هم کمک کردن، اتفاق نیفتاد. بعد چیکار کردن؟ داعش رو علم کردن که اینا از درون به جون همدیگه میافتن، اسلام قشنگ دارن استخراج میکنن. این لوایتن فیلد یکیشونه، یکیشونه پیدا کردن، یک عالم دیگه مثل اون هستش. It was an energy war. Had nothing to do with anything else. That's all it was. یه مقدار زیادش ماره. این کشور که ما رسمی حساب نمی‌کنیم، ولی خب اسرائیل خیلی کشیده شده است. خیلی میگن از قبلا میدونستن. این زمان بلفور، لورد بلفور، نه میدونستن اینجا هستش. زیر آب که اسرائیل اینجوری دراز باشه، نه اینجوری که بتونه از لازه چی میگن؟ So it would fall under their territorial water. ترجمه می‌کنید؟ مرزهای آبیشون قرار بگیره به خاطر درازی اسرائیل. یه مقدار زیرش ما غزه، غزه میتونستن یه کشور خیلی ثروتمند باشه اگه از اون مقدار گاز طبیعی که توی تریتوریال واترش باشه استفاده کنه. و سوریه هم خب یه مقدار این گوشه داره دیگه. چرا جنگا سر حلبه؟ چرا الان همه رفته به طرف شمال غربی سوریه؟ سر به خاطر گاز طبیعیه. ولی چی علم میکنن؟ اهل تشو، اهل تصنّع، این بور بور بجونن، اینا بجون همدیگه بودن، همدیگه رو خنثی کنن، جماعتشون برن، اصلا بهترینشون، جووناشون برن آلمان، این سرزمین خالی بشه. اصلا the project for greater Israel همینه، از طریق جنگ و مرگ و میر اکثریت جمعیت یا اون جووناشون برن، بعد ما درو کنیم بریم تا فرات. That's called, this is not a, این توهم و توطئه نیستن، this is not a conspiracy theory, this is a conspiracy fact. در واقع توهم اینه که شما بگید توطئه تو کار نیست. تو اینا خیلی رایج، ما خیلی کم برچسب میزنیم. این دوست عزیزمون تو فارس نیوز اینو ما ترجمه کرد، کانسپیرسی تیوری و همه اونا توهم توته، تو توهم توته، توهم توته. نه خیر، اصلا توهم توته نیستش. توهم اینه که فکر کنی همه چی، فکر کنی که این چیزا که علمی ما میگیم توته نیست، توهم اصلی اونه. اصلا خود واژه کانسپیرسی تیوری دوستان میدونی کی اینو چیز کرد، رایج کرد؟ Does anybody know here the term conspiracy theory که این ترجمه شده غلط ترجمه شده به نام توهم توته؟ آقای ریچارد نیکسون، آقای ریچارد نیکسون، یکی از لغتم مواظب باشم، از کلاهبردارترین رئیس جمهور آمریکا بود دیگه. ایشون زدن تو اون واترگیت بیلدینگ، بعد وقتی آقای تو خبرنگار ارشد نیویورک تایمز، یکیشون هم الان زنده هستش، اومدن اینو فاش کردن این جریان، ایشون گفتش که چی؟ Oh, that's a conspiracy theory. این توهم توته است، ما دخالت نکنیم. بعدا ثابت شد چرا ریپابلیکن اون انتخابات دزدیدن از آقای جورج مگاورن. جورج مگاورن کی بود؟ یه شخصش صلح طلب، شپ واقعی، هیپی. اون اگه رئیس جمهور شده بود 1972، آمریکا اصلا ممکن بود کشور الگو باشه از نظر صلح و آشتی آزادی. اون اوت شد، آمریکا به این طرف رفت.
که الان ما توش هستیم. و جنگی به سر جنگ ویتنام بود، اون 72 بود، یادتون باشه 72 بود، 3 سال قبل از اینکه جنگ ویتنام تموم بشه. تمام توته واژه اون بود، کانسپیرسی تئوری. جریان اونه. آمریکا، آقای ترامپ تزیش اینه که ما روسیه رو طرف خودمون بکشیم، بهشون بگیم که بابا اصلا سیستم پترودلار هیچ جایگزینی واسش نداره. میدونی سیستم پترودلار چیه دیگه نه؟ آشنایی داریم باش؟ زمان 1971 آقای ریچارد نیکسن باز دوباره برگشت گفتش که ما بعد اصلا دلار نه بعد فقط با دلار رد و بدل بشه، ما دیگه پشتوانه‌مون طلا نباشه، پشتوانه‌مون فقط چی باشه؟ سیستم پترودلار باشه، هیچ طلای دیگه وجود نداره، فقط نفت هستش پشتوانه. نفت چیه؟ 19 تا ایرکرافت کریر آمریکا، 19 تا ایرکرافت کریر آمریکا. بعد ما فکر میکنیم مثلا 3 تا قایق استرپار بفرستیم اینا فرار میکنن میرن. 19 یه دون از اونا، یه دون زیردریایی آمریکا میتونه تمام دنیا رو نابود کنه، یه زیردریایی. حالا ایرکرافت کریر رو نمیگم که مثلا 100 تا هواپیما روش داره. من نمیخوام حالت تشنج و ترس بدم، هر یه چیزی ما داریم، ضرب المثل هستش اونجا، میگیم هر تمدنی که دیگه قدرت متقاعد کردنشو از دست بده و از قدرت بازوش استفاده کنه، دیگه نه تمدن نه قدرت. این میتونه یک کشور باشه، یه شخص باشه، یه سیستم نظامی باشه، سیستم به اصطلاح نظام کشور باشه. ترجمه میکنی؟ قدرت متقاعد کردن. ما تو ایران، تو منطقه ایران سافت پاور خیلی قوی داره، مثلا به قدرت رسیدن، مثلا با داشتن، البته نمیخوام کسی بهش بر بخوره، نه اینو نمیام. اینقدر تو ایران جو بد شده که من از آقای ظریف تعریف کنن اونا برند خودشون رو من میزنم، از یه طرف این طرفی تعریف کنم اونا برند خودشون رو میزنم، با ما بی‌طرفه. ولی واقعا آقای ظریف تو مسئله ترکیه متقاعد کرد ترکارا، ما قدرت صاف داریم تو منطقه، متقاعد کرد تا یه حدی. ببخشید عذر میخوام، دیکتاتوری مثل آقای اردوغان رو که الان ده هزار نفر همه دانشجویی اکثرشون تو زندان هستن، ایشونو متقاعد کرد دست از خصومت برداره، این داعشی‌ها رو ساپورت نکنه. تا حالا میکردن، الان هم دست برداشتن، ولی به ایشون اعتماد نکنی. آقای اردوغان، ایشون همون شخصی که پانترکیزم رو میخواست برسونه تا ازبکستان و حتی قزاقستان، حتی غرب چین تو دزرت گوبی، ایشون یه تز خودشو داره، یه تز پانترکیزم خودشو داره که اصلا منحصر فرد جدا از چیزه ناتوه و جدا از کنفرانس اوراسیا است، تز خیلی قوی داره. ولی خیلی گرفتاری درست که منم توی شهرها سفر کرده بودم و الان تو حتی آذربایجان خودم یه مشکلاتی اون اول بود، تا الان یه جوری ادامه داره. یه حدیشون متقاعد کرد که چون دست برداره از ساپورت کردن این داعش، که یکی از کشور اجراییش، اصلا کشور اجراییش ترکیه بود، قطر و سعودی، فاینانشال میلیتریلی نیتو اینکلودینگ واشنگتن اند دن لوجستیکلی ثرو ترکی اینتو سوریه. اونم اجنده خودشون داره که کردها رو میخوان به جون داعشی‌ها بنزن که از این وسط یه چیزی صاحبشون بشه، که الان گفتن دیدین که دیروز برگشت گفته بود یعنی تو هاف ا نیوترال فری زون. چی میگه؟ توی کشور دیگه بری بگی ما یه نیوترال فری زون داشته باشیم، چی میشه به فارسی دکتر؟ یه منطقه بی‌طرف. تو دوستان همه بله منطقه آزاد، بله به همه تو میدونن. از یه چند وقت میشم گفته بود که اینجا یه قسمتش تعلق داره به ایت بیلونگز تو ایتس رایت اونرز، این رایت اونرش ما ترکا هستیم دیگه. یه چیز عجبه چیه؟ ما چند تا صوفی مثلا اونجا خاک شدن، شیخ صوفی فلان مثلا گفته بود این حرفا، اینا حرفا رو وزیر امور خارجه قبلشون آقای داوودگلو گفته بود. این سند هست تو یوتیوب که ما بزنیم یه جایی تو خود سوریه بمب بندازیم، یه کاری بکنیم توی امامزاده مثلا صوفی اونجا که دلیل داشته باشیم بریم اونجا. آقای چیزام اردوغان پزشه. منظورم که تو we still have soft power، یعنی برمیگم همون چیزی که گفتم، هنوز قدرت متقاعد کردن رو داریم تو خاورمیانه. متاسفانه بعد اینو قوت بدیم تو متقاعد کردن مردم خودمون، اول از همه بعد این کار بکنیم. این واقعیت دیگه، هیچی مثل صداقت نمیشه، بحث علمی داریم میکنیم، طرف نمیگیریم. اول مردم خودمون متقاعد کنیم، بعد همه دیگه پشت ما هستن، عین دفاع مقدس میشه بدون جنگ. سال بعد اینو من I'm a geopolitical analyst. So when you ask me something like that, I give you the whole picture. And then your job is to connect what I just told you, which I actually told you. متوجه هستین؟ فهمیدم از این صحبت ها، پس ترامپ یه سی او. حال من نمیخوام اینو بحث کنم باهاتون. اولش گفتین تینک تانک ها پشتشن. نه تینک تانک ها پشتش نیستن. تینک تانک ها آمریکا نه. تینک تانک ها آمریکا نیولیبرال هستن. نیولیبرال گلوبالیست. پشت خانم کلینتون بوده تا آخر. الان هم هستن.
یه بحث جداگونه، یه رانت دیگه هستن آقای ترامپ، رانت خیلی قوی. خود آقای ترامپ یه شخصی که تنهایی تصمیم گیری میکنه. نه He's the decider. نه نه نه، الان شما ایشون مطالعه بکنید. نه متوجه هستم. تو 4 5 نفر اصلی دور و بر ترامپ یا یک اختلافی وجود داره؟ بر... نه. آمریکا داره ایده کلی آمریکاست که به این سمت بره، سمت روسیه بره. خود ترامپ تنهایی میخواد بره، چون حالا تیلرسون بیاد اونجا فقط باید یک سری وعده های انتخاباتی خود ترامپ انجام بده، اصلا خودش انگار کاری نیست. آبا نیت سوال شما بود که ما چجوری اینا رو دیواید کنیم و کانکر کنیم. من اصلا نه، ما میدونن کسی که اصولا این سوال میکنن نیتشون که ما چجوری اینا رو ما اصلا تو دست مونا نمیرسه. ما مردم خودمون رو همپارچه نگه داریم، یک پارچه نگه داریم، خیلی شاهکار کردیم. خیلی توی جلسه ما رفتیم چند وقت پیش، دو سه شب پیش، چجوری میتونم بهتون بگم، یه آقا پسری رو نشسته بود 26 سالش بود، این هی رو حرف ما حرف میزد، فارسی هم بلد بود، 4 روز از یک کشور اروپایی اومده بود، قیافه داعشی، مثلا آبر ما رو میخین شخص بخواد از ما بخواد بگه من اهل تشیعم. خب سوال جواب و اینجوری رو حرف من حرف میزد، اصلا ما با فارسی و انگلیسی صحبت میکردیم، فارسی بلد نبود. بعدش من بهش گفتم، به این عزیز گفتم آخه برمیگه به سوال شما که ما چجوری میتونیم سوء استفاده کنیم از دیویژن آم. نه شما نگفتی، شما نگفتی، بعضی میگن اینو. من اینم از این حرفا میزد و اینا، یعنی تکبر و اون نارسیسیزمی که تو ذهن ما شد تو زمان رضا شاه که خب اونم یه بحث جدا هستش. من بهش میگم چی گفتم، الان یه جوری شد که از خارج این تیپ ها وارد ایران میشن. مثلا جوونا که تبعیض نژادی فرهنگی و مذهبی مخصوصا تو اروپا کشتن که خیلی رایج اونجا، این بعض از این عناصر میارنشون تو ایران که اینا از پاپ کاتولیک تر بشن، همشون هم جوونن و ببخشید کله شب. این آقا پسر گفتم شما کاری که شما برو من اول برو فارسی یاد بگیر، کاری که من دارم میکنم، برو فارسی یاد بگیر. دو پدرشم از آدم معبر چیز بود، خیلی دم و دستگاه و پول و پلک و همه چی. گفتم پدرت به آقا جونت بگو واسط به هفت شهر ایران بفرستتت، روزی 12 ساعت مسافرکشی بکن، تازه میفهمی دغدغه های مردم چیه. از این غلط ها نکن که به من بگی تو آمریکا چی میگذره، یا خیال کنی ما میتونیم مثلا درگیر شیم و دیوانه ها. یه تیپ این آدم ها الان دارن مثلا خیال میکنن میان وارد عرصه میشن تحلیل میکنن. خواهش اونا که تو ایران حالا به این شخص نگاه کردن مسخرش کردن، گفتم برو با برگ برو سوئیس، اینج ما اینجوری ارتجاعی فکر نمیکنیم که تو بگی میکنیم. اینو باید تو نظر داشته باشیم. روسیه آقای ترامپ میخواد روسیه رو از همه دنیا جدا کنه، طرف خودش بکشه، روابط خوبه آقای پوتین داره، ممکنه موفق بشه. از لحاظی که ایشون فرق میکنه با آقای هیلری، با خانم هیلری کلینتون کاملا معلومه، آشکاره. ولی تو آمریکا اون نظام پشت پرده دیپ استیت، دیپ استیت چیه؟ ما دیپ استیت همونشه بدنه مخفی نظام و سامانه آمریکا. تشخیص داد که آقای ترامپ الان به قدرت برسه. همیشه اینطور بوده. وقتی تو 75 واشنگتن باخت تو ویتنام، 5 سال بعد کی رئیس جمهور شد؟ کی رئیس جمهور شد؟ تو آمریکا. بعد 5 سال بعد از اینکه، یعنی تو 1975 وقتی آمریکا تو ویتنام باخت، کی رئیس جمهور آمریکا شد 5 سال بعد تو 1980؟ ریگان. آقای ریگان شعار انتخاباتش چی بود؟ It's a new morning in America. دوباره شو سعی کردن قلدری کنه، البته خیلی ترسیده و 57,000 نفر از دست داده بودن تو ویتنام، رفتن سراغ کی؟ کشورهای کوچولو تو آمریکای لاتین، جزیره فرسخی. الان هم اونجوریه، اینا باختن تو افغانستان، اینا باختن تو عراق، اینا باختن تو یمن، ما که یمن زایا شد رفت، اینا باختن تو سوریه و اینا باختن تو لیبی. حالا یه نظام، همون دیپ استیت، اون بدن مخفی نظام، تشخیصات یه آدمی رو بذاره که قلدر محکم وقار آمریکایی، امریکن اکسپشنالیسم، برتری آمریکایی رو اوت کنه تو ذهنیت مردم. و شعارشون چی بود دوست عزیز؟ شعار آقای ترامپ چی بود؟ Make America Great Again. این یه کده، Make America Great Again کده To Make America White Again، To Make America Hate Again کد بود. دوره برای ایشون همه وایت نشنالیست هم، همه شون خطرناک اساسی این بود، جریان این بود.
نظام تشخیص داد که الان این بعد بیاد 2008 نظام تشخیص داد که یه سیاه‌پوست رو بذاریم که الان سقوط اقتصادی شد تو آمریکا و مردم ببینیم تو سقوط اقتصادی اقلیت رو انتخاب کرد. در واقع ایشون اول دو رگه بود. سیاه‌پوست واقعی نبود. اما اصلا مهم نیست سیاه‌پوست سفید. بعد تز طرفو نگاه کرد. نه رنگشو، نه کرواتشو، نه قیافشو. تز آدما رو گوش داد. همیشه اینطوری بود، همیشه همونطوری خواهد بود. حالا ما بیام از اون متد دومی دوست عزیزم استفاده کنیم که این شما رو نمیگم ها، این ادمنستریشن مادیشن خیلی فرق میکنه، یا که ما حق حرف حق رو میگیم همه باطلن. نه بیام انتروپولوژیکلی نگاه کنیم مسئله، تخصصی نگاه کنیم، مردم شناسی نگاه کنیم، جامعه آمریکا بشناسیم، مشاورین ارشد آقای ترامپ بشناسیم، استیون بنین کیه، چیه، ریک پری کیه که وزیر انرژی داره میشه، جنرال فلین کی بوده، آقای رکس تیلر کی بوده، اینا همه مجوز مردم شناسی، خیلی مهمه این شخصیت‌ها رو بشناسیم. کتاب الان نوشته به فارسی، اگه می‌خوام این آقای فلین کی بوده، ببین کتاب آقای عرفان قانیفر رو بخونید، عرصه نبرد، ترجمه کتاب ایشون نیست، اینجوری مترجم بوده. می‌خوام ببین جنرال فلین کیه، که جنرال پتریس هم تو همون کاتگوریه. خب سال بعدی مثل که حسرتون سر رفته دیگه. حالا بحث روابط که روابط امنیتیشون با دولت روسیه داشتن، حالا با گفته خودشون از جهت حالا مراکز سکیوریتی روسیه وارد شدن، حتی یک کورس لیدرشپ برای کارکنان اونجا برگزار کردن. بله بله. می‌خواستم ببینم حدسشون از کابینه ترامپ چقدر می‌تونه حالا بهبود روابط آمریکا و روسیه تاثیر بذاره، اصلا تاثیر خواهد داشت؟ بله، اصلا ایشون اگه استفاده نمیداد روابط روسیه آمریکا ممکن بود بهتر شه. چرا میگم ممکن بود؟ برای اینکه روس‌ها الان قشنگ پا دارن تو خاورمیانه، توجه بکنید اینا دیگه وقتی یه جا بیان معمولا نمیرن، یه موقعی میرن که دیگه کاملا برشکست مالی شده باشن، مثل افغانستان که رفتن نتونستن دیگه ادامه بدن. اصلا اون تئوری برژینسکی بود که اینا رو شکسته کنیم از مالی تو افغانستان که امپراتوری شوروی سقوط کنه. آقای سردستشون هم یه فریماسون 90 درجه بود به نام کی، آقای گورباچوف، که تو آمریکا داره درس میده تو اندیشکده ها. اینا کاری که میکنن، یعنی رابطه، البته سوالشون خیلی استراتژیکه، یعنی منظورتونه که خدا نکنه ما این وسط قربانی شیم یا نشیم. من همکار روسی همش به من میگه اینطوری فکر نکن، ولی خب ما تاریخچه شیرینی با شوروی نداریم. البته من با کسایی که کار میکنم نسل جدید روسی مثل شما، همه نسل آنلاین هستن، تفکر متفاوته، توجه میکنیم، ولی دیپ استیت روسیه، بدن مخفیه همونه، همونی که بود، همونی که خواهد بود. امیدواریم که به خاطر اینکه یه رد و ایشون یه نگوشیتر خوبه دیگه، دلال، ببخشید به شما کشور من دلال، متاسفانه بعد واقعیتو گفت، سر کریمیه و اوکراین ممکنه سازش کنه با آقای ترامپ، از این وسط سوریه و ایران هم. البته سوریه نمیشه، مگه سوریه بزرگترین پایگاه نیرو دریایی آمریکا بعد از کریمیه، البته دلیلی که کریمیه رو گرفتن اونجا بلاد پایگاه قولپکر بود، کاملا هم استراتژیک بود. بعد از اون پایتختشون تو چه پایتخت ندار، پایگاهشون تو سوریه لاتاکیا، هیچ وقت اونجا نمیرن، هیچ وقت نمیرن، ولی یه مهره است که باش بازی کنن. ایران هم واسهشون یه مهره است، این ثابت شده است. ممکنه بعدن این بره تو یوتیوب همکار روسی بهشون بر بخوره، ولی اون دسته که من باشون کار میکنم خیلی وفاداری به ایران دارن و به تز کنفرانسون اوراسیا، ولی دسته دیگه که گوشه چپ آقای پوتین رو دارن اولیگارکای سنگین استوارن. من بعد گفت آقای پوتین، اون کسی که من باش مثلا همکاری میکنم و تو ایران هم خیلی شناخته شده، میاد رئیس اندیشکدمون هست و اون تلویزیون تسرگراد روسی که من جا چیز هستم، تحلیلگر هستم، آقای الکساندر دوگین هستن که همتون میشناسینشون، بعدش آقای لئونید ساون، اونا فرق میکنن، یه برنامه دیگه دارن، خیلی تزشون قوی هم هست، ولی اجرا شدنش خیلی خداییه. ولی اصولا ممکنه وسط دوباره ما تو دعوا مرافع اول قدرت ها، امیدوارم اینطوری نشه، قربانی نشه. ولی ببین سر همین موشک S-300 که ما چقدر قبل شما پولشو داده بودیم، چقدر طول کشید بهتون بدن، تازه الان S-400 اومده بیرون زده راست S-300. اینجوریه برخورد، اینجوریه، خودتون رو بهتر از من ببینید. به هیچ کسی نمیشه اعتماد کرد، هیچ کشور خواهر و برادر و پسر عمو و پسر دایی وجود نداره، منافع ژئوپلیتیک الان ما یه جوری منافع ژئوپلیتیک با روسیه کانورجنس داریم،
به جای که دایورژنس داشته باشیم، نه به خاطر آرمان ها باشه، برمیگره به انرژی، منافع فاسل فیول، انرژی، اویل، یا اویل، نچرال گاز. به اون مسئله اونه ما الان توی تقاطع رسیدیم. یه موقع هم ممکنه بشیم ما رقیب روسیه باشیم وقت از این تحریم های لعنتی چیز بیایم بیرون، ISA ایران سانکشن اکت که 10 سال دیگه آقای اوباما امضا نکرد که کنگره رو پاس کرد. یه وقتی 10 سال دیگه از اونجا بیایم بیرون رقیب واسه روسیه بشیم، یعنی بتونیم مارکت اروپا رو تو دست داشته باشیم، مثلا آلمان و فرانسه، بعد روسیه واسه اون رقیب ژئوپلیتیکی بشه. ولی اینو بهتون بگم که یه خور امید داشته باشیم هممون. این دو تا کشور شوروی و انگلستان اون موقع دست روتشالد بود، کاملا بود، خیلی از آمریکا به ما بدتر کردن. بشر 9 میلیون نفر، اصلا اولین هولوکاست تو بشر 9 میلیون نفر ایرانی بود که فیلمم ساختیم یتیمخانه ایران، چه فیلمی بود. 9 میلیون نفر رو این دوتا تو اون فیلم زد تمرکز رو روسیه نکن، طبیعتا روسیه همتای ماست، نمیخوام بهشون بر بخوره. ما با اینا با دوتاشون روابط خیلی دیپلماتیک داریم، یکیشون که همتای ما هستش یا ممکنه باشه یا معلوم نیست خواهد بود، انگلیس روابط داریم. آمریکا، من نمیخوام اینو بگم که از آمریکا طرفدار کنم، نه، از نظر علمی دارم میگم خسارتی آمریکا به ما زد اصلا قابل مقایسه نیست با خسارتی انگلیس و روسیه به ما زد. برای همین امید داشته باشیم میتونیم روابط دیپلماتیک داشته باشیم اگه اونا از دست خصومت بردارن و اگه ما هی همون چیز اولی که ما فقط ما حقو میگیم بقیه باطلن، یه خورده سعی کنیم یه جوری با هم کنار بیایم، وگرنه نابودمون میکنن. وضع اقتصادی ایران الان استراتژیکه، خطرناکه. من با خیلی صحبت میکنم میگم بیان بزنن راحتم میکنن، خیلی این حرفو میزنن. خب ما میتونیم بگیم یه تئوری از 20-80 20% جامعه به 80% غلبه میکنه که نظام حفظ بشه. تو بعضی از کشورها 1.99 تو آمریکا، بعضی کشورهای متمدن مثل اسکاندیناوی 20-80، بعضی 5-95 فرق میکنه. اینا رو ما در نظر داشته باشیم. ولی دارم میگم وضعیت خطرناکی هستش، دلیلی که ما اومدیم تو اصلا تو عرص اومدیم اونجوری علنا تو خودمون دیدن میام دیگه، الان علنا اومدیم به موقعیت تو آمریکا تو خطر گذاشتیم، برای که اصلا خطر برای شما میکنیم دیگه. الان نمیشه از پشت پرده کار کرد، دکتر مقاله نوشت، مشاورت داد، کمک کرد، الان بعد علنا اومد تو جبهه. بابا بدترین موقع اومد که الان هستش. من اصلا نمیدونم برگشتم بتونم برسم با آمریکا، نه مگه شهروندم. همه چی خوبه که شاهکار نکنی بیا ایران، مگه همه چی بده باید ریسک بکنی؟ اون موقع مهمه که باید. از خودم تعریف نمیکنم، اصولا میگم الان باید همه هم پارچه بشیم. آقای روحانی تو تلویزیون تو 22 بهمن سخنرانی میکردم، من و پروفسور ایزدی که اینجا تشریف داشتن تو پرس تی وی 2 ساعت برنامه داشتیم. آقای روحانی میگفت هم پارچگی درسته، هم پارچگی یک پارچگی لغت یاد بنویس یک پارچگی. در حالی که این چیزی که من الان میبینم یه تو 5 دقیقه فرصت داریم، یه اجازه دارید دکتر فریدی هم صحبت کنه که تایم سر موقع ان شاء الله حتما. خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر از توضیحات و بیان شدتون. من دو تا در سوال دارم. حقیقتا یه مقدار هم شاید کانفیوز شدم. شما در یه جایی اشاره داشتید که در واقع اونهایی که سیستم الکترال رو طراحی کردن اهداف خاصی رو داشتن که از توش رئیس جمهور ایز اپوینتد نیز نات ایز الکتد. خب اگر یه مداری توضیح بدید این بدنه مخفی نظام در امریکا و بعد در یه جای اشاره داشتیم که اگر ترامپ با این فرمون جلو بره قطعا استیضاح میشه یا حتی ترور و حتی ترور. خب جان خدا نکرده، یعنی این حرفو من بزنم تو آمریکا در سر باشه، حتی به اونجا میدونی برای چی؟ ولی گلاویز داره میشه قبضی گلاویز داره حکومت داره با اون بحث دیگه. ببین ما در واقع معتقدیم که اون نظام الکترال بر اساس مسائلی که تشخیص داد تصمیم گرفت فردی رو مثل آقای ترامپ بیاره روی کار. درست. خب پس قاعدتا باید ترامپ تو همون چارچوب منافع بدنه مخفی نظام باید عمل بکنه. نباید این ساختار قاعدتا نباید بهش اجازه بده خارج از این عالم بکنه. این یه مقداری برای من در واقع تناقض ایجاد کرد. خیلی سوال عالیه. سوال دومم اینه که شما فرمودین که روس‌ها هرگز در پی دخالت کردن در امور سایر کشورها امور نیستن. داخلی مثلا این گروه و این رانت و این رانت. درسته. چون که آمریکا انگلیس همیشه می‌کرد. درسته. منتها الان در واقع ما می‌بینیم که صراحتاً تحت عنوان دکترین پوتین اعلام میشه که یکی از اهداف روسیه دی استابلایز کردن اروپاست. اصلا صراحتا
اینها دارن اقداماتی رو برای بی‌ثبات کردن اروپا انجام میدن. بی‌ثبات کردن نیولیبرال های اروپا، کلا دولت ها رو در واقع دارن میبرن به سمت اینکه این وحدت و این اتحادیه رو از هم جدا کنن، بپاشانن. برای اینکه اتحادیه اروپا خودش پروژه CIA بود. نه، بحث من سر اون مقدمه فرمایش شماست که گفتید در امور کشورها دخالت نمی‌کنن، می‌خوام بگم الان اینجا دارن دخالت می‌کنن. بعد ما هم تجربه دخالت روسا رو داشتیم. منظورم اینه که در مقایسه با آمریکا و انگلیس بود. علنا 200 تا مثلا شبکه فارسی زبون علیه ما دارن. فقط آمریکا. حالا بغیر نمیگم. نوع دخالت فهم. اونا دارن دخالت میکنن تو امور نیولیبرال های اروپا. برای که نیولیبرال های اروپا گلوبالیست هستن، میخوان هی به شرق و شرق برسن تا اوکراین دیگه. از اون لحاظ چون که it's an existential threat for Russian Confederation. Let's just forget about Eurasia. Because it's a challenge to Russian Confederation, they're actually supporting the crazy right-wingers like Marine Le Pen and people that are going to basically force the European Union to come apart. If it's not an existential threat to them, they won't interfere. They won't interfere. But it is. You look at the... ببین کاربردش رو نگاه کن الان. مرز روسیه. اوکراین روسیه که مطالعه کنیم مثل کشور... اصلا کشورم نمیشه، مثلا مثل رابطه، مثلا بگم چجوری بهتون بگم، مثالش تو ایران مثلا میشه رابطه استان فارس و استان خوزستانه. این چی میگم؟ و تو اوکراین خیلی نفت پیدا کردن، گاز طبیعی پیدا کردن. کجا پیدا کردن؟ تو غرب اوکراین. و این میخواست مارکت اروپا رو پروواید بکنه. این تمامش دلایل انرژی، it's energy war, everything is energy war. من منظورم اون که گفتم، امیدوارم سوء تفاهم نشده باشه، این بود که در مقایسه با دخالت‌های علنی واشنگتن و لندن میتونیم بگیم تو فقط 50 سال اخیر در اون مقایسه بکنیم روسیه به اون اندازه دخالت، در حالی که خود روسیه الان می‌خواد امپراتوری بشه. قشنگ حتی لغت امپریالیسم استفاده می‌کنه، ولی چیز به حاشیه مثبت، واقعا دوباره می‌خوام یه امپراتوری بشن، سردسته به اصطلاح کنفرانس اوراسیا بشن. دی هاف some very imperialistic agenda and they think we should be part of that because we have a convergence. همین سر مسئله چیز دیگه، پایگاه نوژه تو همدان خیلی بحث بود، تو ایران اونجا بحث بود. بدن مخفی تو تمام کشور دنیا میتونم بهتون بگم 95% بزن intelligence service، سیستم اطلاعاتی ایشون قبضی با قوه قضاییه گلاویز بشه، که الان گلاویز شده تو توییترش میشه see you in court، با سردستای Defense Intelligence Agency, Central Intelligence Agency, Federal Bureau of Investigation FBI, NSA که 7 برابر CIA هستش، National Security Agency. این هم همه شوه، ایشون شومنه، ایشون داره یه جوری، ببین ایشون سواری موج پاپولیسم شده، میخواد متقاعد کنه مردم آمریکا که الان پاپولیسم هنوز تو آمریکا وجود داره. اینا همه با همدیگه هستن. ایشون شومن درجه یکه، یک هالیوودی درجه یکه. تمام اینا واسه مصرف جهانی داخله. آنی که آمریکایی‌ها فیتشون و ایمانشون رو به سیستم نظام، سیستم اجتماعی اقتصادی و سیاسی آمریکا انجام از دست بدن که دارن میدن، الان محبوبیت کنگره تو آمریکا بین 12 تا 4% چیز میگه، پیو میگه، گالاپ میگه. مبادی آقای چیز تو پوتین اونجا از 94 این آنی که خود آمریکایی‌ها once they lose their faith, their trust in Americanism, in American capitalism, in American exceptionalism, in the American dream، اینو وقتی از دست بدن، بعدش کی اینو از دست میده؟ این امیدا چینیا که الان فاینانسیر اصلی آمریکا هستن، اون از بین بره، آمریکا فرو میپاشه به هر قیمتی. یه پاپولیستی که اصلا پاپولیست نیست ایشون، این جزء 1% 1% تاپه. از بچگی با ما بهش میگیم هر سیلور سپون این از ماف، یه قاشق نقره دهنش بوده. این شده مثلا سوار موج تی پارتی شده. تی پارتی چی بود؟ مثلا ببینم 9/11 چی بود. سوار اون شده به قدرت رسیده. همه the whole thing is a setup. آمریکایی ها متاسفانه مردم ساده ای هن، they fell for it. متقاعد چی میگن؟ متقاعد شدن. خیلی ممنون آیدو، خیلی وقت بکنیم. خیلی ممنون، من تشکر میکنم همچنین از دوستانی که تشریف آوردن، خیلی متشکرم. خواهش میکنم.